أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضور اکبر بعد از تشهد و تعوذ و تسبیح و سوره فاتحه فرمودند ذکر حضرت عمر ادامه می داشت و امروز هم ادامه دارد. حضرت حفصه بنت عمر بی رغبتی و زهد حضرت عمر را از دنیا این گونه نقل می کنند و می گویند که روزی به پدرش گفت یا امیرالمؤمنین، خداوند متعال به تو وسعت داده و نصرت ها و مال فراوان داده است، چرا غذایی نمی خورید که نرمتر از غذای شما و لباسی نمی پوشی که نرمتر از لباست است؟ حضرت عمر فرمود از تو میخواهم در این مورد تصمیم بگیر، آیا یادت نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه سختی ها را در زندگی خود متحمل کردند؟ راوی میگوید که حضرت حفصه را تذکر میداد تا این که حضرت حفصه گریه کرد و سپس حضرت عمر فرمود سوگند به خدا به اندازه‌ای که توان دارم در سختی‌های زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت ابوبکر قرار می‌گیرم تا در زندگی آسایش هر دو سهم دار باشم. در روایتی آمده است که حضرت عمر به حضرت حفصه فرمودند ای حفصه بنت عمر، تو به قوم خود خیرخواهی کردید ولی به پدرت خیرخواهی نکردید. شما به من توصیه کردید، به من مشورت دادید که اگر این اتفاق بیفتد بهتر به ملت هم به ملت خدمت خواهم کرد، اما این آرزوی من نیست. و سپس فرمود که اهل بیت من فقط بر جان و مال من حق دارند ولی بر دین و امانت من حقی ندارند. یعنی امانت گذاری که انجام بدهم و روشی که چطور انجام بدهم در آن احتیاج مشاورت و شما حق نداری در این مورد چیزی بگویید. حضرت اکرمه بن خالد روایت میکنند که حضرت حفصه و حضرت عبدالله و عده دیگر هنگام گفتگو با حضرت عمر فرمودند که اگر غذایی بهتری بخورید آر حق را بهتر انجام دهید. حضرت عمر گفت آیا همه شما یک نظر دارید؟ گفت بله. عمر گفت من خیرخواهی شما را درک کرده ام، اما از دو دوست خودم یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت ابوبکر در راهی جدا شده بودم از ایشان که اگر روش رفتار هر دو را ترک کنم نمی توانم با هر دو بعدن ملاقات بکنم. حضرت مسلم معود در این رابطه این گونه می فرمایند که در زمان
پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیم و ترس وجود داشت. در اون زمان پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستوری که به مسلمانان داده بودند که از اون نتیجه این گونه نتیجه میگیریم و همون روش پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بود که نباید بیش از یک خورشت بپزد یا پخته شود و این قدر تأکید کرد که برخی صحابه در انجام این دستور از حد گذاشتند. به هر حال میگویند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدایت داده بودند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و این کار تأکید کردن که برخی صحابه در انجام این دستور از حد گذاشتند. پس باری پیش حضرت عمر رضی الله عنه سرکه و نمک آوردند و وی پرسید چرا دو تا خورشت آورده شدند و اینجا تقدیم کرده شدند، در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درباره که یک خورشت فرمان داده است گفتند که این یک خورش است، ولی حضرت عمر فرمود نه، این دو جداگانه اند. اگرچه به دلیل محبت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این فعل حضرت عمر کم زیاده روی معلوم می شود، شاید منظور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این طور نبود، اما این مثال نشان می دهد که شما حس کردید که مسلمانان به سادگی نیاز دارند. حضرت مسلم عود رضی الله عنه فرمودند من مانند حضرت عمر تقاضا نمی کنم و نمی گویم که سرکه یا یک خورش است و نمک خورش دیگر، اما از امروز برای 3 سال اعلام می کنم که بعد از هر یک سال مجددن اعلام خواهم کرد تا اگر دوران این 3 سال حالت ترس تغییر کند فرمان نیز تغییر شوند. هر احمدی که می خواهد در این جنگ با ما بپیوندد باید پیمان کند، باید قول بدهد که وی از امروز فقط از یک خورش استفاده می کند، نان و خورش یا برنج و خورش، این هر دو جداگانه نیست بلکه هر دو با هم یک چیزند، اما نباید با نان و دو خورش باشد. این مربوط به زمانی است که صندوق تحریک جدید اعلام شد و در اون زمان نیاز بود که هزینه های خود را خواهش دهند و به جماعت اعانه بپردازند. به فضل خداوند متعال الان شرایط دیگرند، پس نیاز به کاهش نیست، ولی نباید اسراف کنند. حضرت مسلم عود رضی الله عنه در شرح آیت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما فرمودند که خدا می فرمایند در شرح این می فرمایند که خدا می فرماید که اگر انسان بخواهد عبدالرحمن باشد، بنده خدا باشد، شرط است در نفاق مال دو چیز را در نظر بگیرد. اول این که در مال اسراف نکند، غذایش فقط برای تفریح و لذت نیست بلکه برای حفظ قدرت و بدن است. آنان برای زینت نمی باشند بلکه برای پوشاندن بدن و حفظ مرتبه است که خدا به آنان داده است. پس این چنین رفتار صحابه بود که آنها نیز چنین می کردند. پس حضرت عمر یک بار به کشور شام رفتند و برای بازدید رفتند و دیدند که برخی از اصحاب لباس ابریشمی پوشیدند. منظور از لباس ابریشم لباسی است که مقداری از ابریشم دارد، وگرنه پوشیدن لباس ابریشم جز هنگام مرض برای مردان حرام است. حضرت عمر به اصحاب گفتند که بر آنان خاک بریزند، یعنی نمی پسندیدند. آنها گفت شما با پوشیدن ابریشم بسیار راحت شده اید. یکی از اصحاب قمیصش را برداشت و به اون نشان داد، معلوم شد که او زیر لباس قمیص پشمی کلوفتی پوشیده بود. حضرت عمر گفت که ما لباس ابریشمی نپوشیدیم که آن را دوست داریم، بلکه به این دلیل
این کارو کردیم که رویش مردم این کشور این است و از کودکی به دیدن چنین امراق به شکوه و عظمت زندگی می کردن عادت کردن. بنابراین ما نیز به عنوان سیاست ملی آنها لباس خود را تغییر دادیم وگرنه این لباس بر ما تأثیر نمی گذاره. پس عمل اصحاب توضیح می دهد که منظور از اسراف چیست؟ این بدان ماناست که نباید برای چیزها خرج کنند که نیازی ندارند و مورد آن فقط زیبایی و زینت است. خداوند متعال می فرمایند عباد الرحمن کسانی هستند که مال خود را به هدر نمی دهند، آنها دارای خود را به برای نمایش خرج نمی کنند بلکه برای سود و منفعت خرج می کنند و دادن اموال خود در جایی که لازم است دست نمی کشند و ثابت قدم هستند. اموال خود را به گونه ای که مطابق رضای خداوند متعال نیست بر نگردانند و آن را به گونه ای متوقف نکنند که حقوق مشروع را ادا کنند. این دو شرط مربوط به صرف هزینه برای عباد الرحمن است. اما افراد زیادند که یا به سمت اسراف می روند روی می دهند مایل می شوند یا به سمت بخل روی می دهند و تمایل بیشتر دارند. حضرت عمر این قدر به لباس های زرق و برق و مجلل مخالفت می کردند که حتی برای دشمن که فتح مفتوح است نیز دوست نداشتند با لباس زیبا جلوی آن حضرت بیاید. چنانچه درباره سردار ایرانی هرمزن این واقع رخداد داریم، در تاریخ داریم که قبلا هم توضیح داده ام و اینجا هم با اختصار بیان میکنم. هنگامی که سردار ایرانی هرمزان هنگام فتح ستار تسلیم مسلمان شد، شکست خودش را تسلیم کرد و به خدمت حضرت عمر به مدینه فرستاده شد، مسلمانان او را لباس ابریشم پوشاندند تا حضرت عمر و مسلمانان حقیقت او را ببینند. وقتی جلوی حضرت عمر آمد، حضرت عمر ازش پرسیدند آیا این همان هرمزان است؟ مردم پاسخ دادند آری. با دقت به او و لباسش نگاه کردند و گفت از آتش به خدا پناه میبرم و از خدا کمک میخوام. اهل قافله گفتند هرمزان است، با او صحبت کنید. گفت نه، تا زمانی که لباس و جواهرات پرزرق و برکش را در نمی آورد همه اینها پایین، من با او صحبت نخواهم کرد. و سپس حضرت عمر با او صحبت وقتی همه در آورد حضرت عمر با او صحبت کردن. این نشان دهنده معیار تواضع و تقوای حضرت عمر است. از عروه بن زبیر روایت شده است که عمر بن خطاب را دیدم که مشکیزه آب بر دوش گرفته بود، پس گفتم یا امیرالمومنین این شایسته تو نیست. گفت وقتی قافله های ملل مختلف با نشان دادن اطاعت و تسلیم آمدند در دلم احساس غرور کردم. به همین دلیل فکر کردم این غرور بی جاست. چرا این غرور به وجود آمد؟ چرا من این گونه فکر کردم که اینطوری مشکیزه آب رو ببرم؟ حضرت یحیی بن عبدالرحمن بن حاتب از پدرش نقل میکند که با حضرت عمر بن خطاب در کاروانی از مکه برمیگشتیم. چون به دره های زجنان رسیدیم مردم یک کم توقف کردند. زجنان نام مقامی است در 25 فرسخ از مکه نقل است که حضرت عمر فرمودند زمانی را به یاد دارم که در این مقام بر شتر پدرم می اومدم و وی پدرم فردی بسیار سختگیر بود. یک بار بر این شترها هیزم می بردم و بار دیگر بر آنها علف می بردم. امروز وضعیت من این است که مردم در قلمروی من سفر طولانی می کنند و هیچ کس بالاتر از من نیست، رتبش بالاتر از نیست. من حاکم فرمانروای قلمروی وسیع هستم که مردم در آن به دور بر سفر می کنند و برای دیدن من اینجا می آیند و هیچ
حاکمی در دنیا ندارم که بر من حکومت میکند. سپس یه شعر عربی را خواندند، یعنی که ترجمهش این است، یعنی هیچ واقعیتی که میبینید نیست جز یه شادی موقت و فقط خدا میمانند، باقی میماند و مال و فرزندان از بین میروند. حضرت خلیفه اول مسیح میفرمایند هنگام برگشت از حج حضرت عمر کنار یک درخت ایستادند. حذیفه که بی تکلف بود پرسید، گفت روزگاری بود که من یکی از شتر خودم را میچرندم و پدرم زیر این درخت مرا بسیار سرزنش کرده بود و اکنون زمانی است که میلیون ها نفر بر اشاره من آماده برای مرگ هستند. حضرت مسلم عود درباره این فرمودند که آیا جای تعجب نیست که کسی که شتر دار است یه شاه بزرگ شده است و نه تنها شاه دنیاوی بلکه شاه روحانی هم است. این حضرت عمر بود که در اوائل عمر شتر میچراند. یک بار که به حجرس و در بین را توقف کرد، خورشید آنقدر می درخشید که مردم را آزار می داد، اما هیچ کس جرأت نمی کرد که بگوید چرا اینجا ایستاده اید. سرانجام به صحابی که از دوستان بزرگ حضرت عمر بود و حضرت عمر از او درباره فتنه می پرسید، مردم گفتند که حضرت عمر بپرسید چرا اینجا ایستاده است. حضرت عمر پرسید چرا اینجا ایستاده اید. عمر گفت اینجا به خاطر این ایستاده ام، زیرا روزی از چراندن شتر خسته شده بودم و زیر این دراز کشیده بودم، پدرم اومد و مرا کتک زد که آیا برای این طور فرستاده بودم؟ در زمانی وضعیت من چنین بود، ولی چون به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ایمان آوردم، بس خداوند متعال این مقام و مرتبه را به من داد که امروز اگر بگویم میلیون ها نفر حاضرند جای من بمیرند، راضی می شوند. از این واقع، از این افتاد و همچنین از بسیاری از حوادث دیگر معلوم می شود که صحابه در چه وضعیتی بودند و با پیروی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چه بر سرشان آمد، چه قدر پیشرفت کردند. حضرت مسلم عود می فرماید این داستان را به خاطر این نقل کردم که به شتر دور علوم دین و دنیا مخته شدند که هیچ کس نمی تواند آن را بفهمد. از یک طرف به وضعیت چراندن شتر با یا بوز نگاه کنید که چقدر دور از دانش به نظر می رسد، و از طرف دیگر در نظر بگیرید که در حالی که مردم اروپا با قوانین سیاسی آگاه هستند، قوانینی ساخته اند، حضرت عمر را با احترام نگاه می گذارند. شتر شبان و مملکت چه ربطی به هم دارند؟ اما ببین چه کردند که دنیا سر تعظیم فرود می آورد و سیاست او را می ستاید. پس بنگر، حضرت ابوبکر تاجر متوسطی بود، اما اکنون دنیا در تعجب است که این درک و عقل و اندیشه را از کجا آورده. من می گویم همه چیز را از قرآن مخته بود، زیرا قرآن چنان صلاحی است که وقتی دل به آن سایکل می یابد چنان روشن می شود که تمام علوم دنیا در آن دیده می شود و چنان دری بر روی انسان گشوده می شود که برای کسی ممکن نیست که علومی نازل شده را بگیرد. از این رو بر هر انسان لازم است که قرآن را بخواند و بر مطالب این تدبر کند. درباره خضوع حضرت عمر در روایت چنان آمده است از جبیر بن نفیر روایت شده است که گروهی به حضرت عمر بن خطاب گفت ای امیرالمومنین، به خدا ما هیچ کس را ندیدیم که بیش از شما منصف و راستگو و سختگیر برای منافقین باشد. بی تردید شما آدم بهترین بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستید. آف بن مالک گفت که به خدا، کسانی که این چنین گفته بود گفتم که شما دروغ گفتید. به یقین ما آدم بهترین را با دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را دیده ایم، یعنی بهتر از حضرت عمر. حضرت عمر دریافت نمود که او چه کسانی است و گفت که ابوبکر. حضرت عمر گفت اوف راست گفته است و
فردی گفت که شما دروغ گفته بودید، سوگند به خدا ابوبکر بیش از بوی مشک پاکیزی است و من ولگرد بیشتر از شتران اهل خانه هستم. حضرت مسلم عود می فرمایند که در احادیث اومده است که باری بین حضرت عمر و حضرت ابوبکر بابت امری اختلاف کردند و این اختلافی افزایش یافت. حضرت عمر سخت گیر بود و حضرت عمر ابوبکر مناسب دانست و از آنجا رفت تا این دعوا افزایش نیابد. حضرت ابوبکر سعی کرد تا از آنجا برود و حضرت عمر جامعه حضرت ابوبکر را گرفت و گفت که پاسخ حرفهایم بدهید. وقتی حضرت ابوبکر سعی کرد تا جامعه خود را رها کند اما جامعش پاره شد و از آنجا به خانه رفت. اما حضرت عمر گمان کرد که شاید حضرت ابوبکر پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته افته از من شکایت کند و عمر هم به دنبالش را افتادن را تا عذر خود را پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مطرح کند. اما در راه خود حضرت ابوبکر از دید عمر حضرت عمر پنهان شد. حضرت عمر همین گمان کرد که او در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته و از من شکایت میکند. او هم در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید و نگاه کرد که حضرت ابوبکر آنجا حضور نداشت، اما در پشیمانی در دل خود داشت و در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض نمود که من اجتماعی کردم و به سختی با ابوبکر مواجه شدم. حضرت ابوبکر چیز تکساری نداشت، من مقصر هستم. وقتی حضرت عمر در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید و کسی به حضرت ابوبکر گفت که حضرت عمر پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم از شما شکایت بکند، در دل حضرت ابوبکر فکری پیدا شد که من باید برای براءت خودم بروم تا ثابت کنم و نظر خودم را هم بدهم. وقتی حضرت ابوبکر در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیدن و حضرت عمر داشت عرض نمود که یا رسول الله، من اشتباهی کردم و من با حضرت ابوبکر اختلاف کردم و جامعه ابوبکر را پاره کردم. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم این حرفی را گوش کردند و اثر عصبانیت از چهره ایشان عیان بود، ایشان فرمودن ای مردم با شما چه شده است؟ وقتی تمام جان خلاف من بود و شما هم مخالف من بودید، آن زمان ابوبکر به من ایمان آورد و هر جور به من کمک کرد. سپس با افسوس فرمودن که اکنون هم من و ابوبکر را ول نمی کنید. ایشان داشتن همین حرفا می زدن که ابوبکر وارد شدن، این عشق واقعی بود و به جای این که تقصیر من نبود بلکه تقصیر عمر بود. و وقتی حضرت ابوبکر وارد شد و نگاه کرد، در دل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ناراحتی وجود دارد و به عنوان عاشق واقعی تحمل نکرد که از دستش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مورد اذیت قرار نگیرند. به خاطر همین حضرت ابوبکر هنگام ورود رو به زانوی جلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست و عرض نمود یا رسول الله، عمر مقصر نیست بلکه من مقصر هستم. از حضرت عمر روایتی است که در مورد سکت جنین زنان با مردم مشورت کرد. مغیره گفت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهای یک پرده یا کنیز به عنوان دیه تعیین کرده بودند. حضرت عمر گفت که شخصی بیاورید که در مورد این شهادت بدهد. سپس محمد بن مسلم شهادت داد که او در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضور داشته بود و به همین تصمیم گرفته بودند. یعنی اگر به سبب ظلم یا به زور زنی مجبور کرده شود تا سکت جنین انجام دهد، در اون صورت باید دیت پرداخت شود و کسی این کار را انجام دهد و اون دیت پرداخت خواهد کرد، یعنی کنیز یا غلام را آزاد خواهد کرد. از حضرت ابو سعید روایتی است که ابو موسی اشعری اجازه ورود پیش حضرت عمر درخواست کرد و خواست و السلام علیکم گفت و پرسید آیا می توانم داخل شوم، وارد شوم؟ عمر در دل خود گفت که اکنون اجازه ای گرفته است، کمی ساکت ماند و دوباره السلام علیکم گفت و پرسید آیا می توانم وارد شوم؟ عمر در دل خود پاسخ داد و گفت که اکنون دو بار اجازه طلب کرده است، کمی ساکت ماند و سپس السلام علیکم گفت و پرسید آیا میتوانم وارد شوم، آیا میتوانم داخل شوم؟ وقتی ابو موسی اشعری سه بار اجازه خواست
و برگشت وقتی سه بار اجازه خواست پاسخ حضرت عمر گوش نکرد و برگشت. حضرت عمر از دربان دریافت کرد که ابو موسی چه کرده است. او گفت که برگشته است. عمر گفت که او را صدا کنید و پیش من بیاورید. وقتی او پیش عمر آمد و حضرت عمر پرسید که چه کار انجام دادید؟ او گفت که من به سنت عمل کردم. حضرت عمر گفت به سنتی؟ سوگند به خدا اکنون دلیل این سنت بیاورید، وگرنه من با سختی مواجه خواهم شد. ابو سعید خدری میگوید که سپس او پیش ما آمد. آن زمان ما همراه جماعت انصار بودیم. ابو موسی اشعری گفت که ای جماعت انصار، آیا شما حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از دیگران بهتر می دانید؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین نفرمودند که الاستئذان ثلاث، یعنی سه بار اجازه خواستن است؟ اگر شما را اجازه ورود داده بشود، در اون صورت به خانه وارد شوید وگرنه برگردید. مردم با شنیدن این تمسخر کردن. ابو سعید خدری می گویند که من سر خودم را به ابو موسی اشعری بلند کردم و گفتم که هر مجازاتی که شما داده شدید من هم در آن سهمی خواهم داد. و گفت که راست است، من شهادت میدهم که شما درست گفتید. راوی میگوید یعنی سپس ابو سعید پیش عمر آمد و از آن حدیث خبر داد. حضرت عمر گفت که درست است و من بابت این حدیث خبری نداشتم و اکنون با خبر شدم. روایتی در صحیح مسلم است که حضرت ابو هریره میگویند که ما دو پیامبر در دور پیامبر زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نشسته بودیم و همراه ما حضرت ابوبکر و حضرت عمر هم تشریف داشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از میان ما بلند شدند و رفتند، اما هنگام برگشت دیگر کردند و ما ترسیدیم که شاید از ما جدا شدند و ما نگران شدیم و بلند شدیم. نخست من نگران شدم و برای تلاش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیرون رفتم و نزدیک باغ انصار رسیدم که مال بنو نجار بود. من گرد آن باغ دور زدم و درب آن را دریافت نکردم و رودی را دیدم که وارد باغ می شد و مانند روباه خودم را جمع کردم و به توسط رود وارد باغ شدم و پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم. ایشان فرمودن ابو هریره، من گفتم بله یا رسول الله. فرمودن امری دارید؟ گفتم شما بین ما حضور داشته بودید و بلند شدید و رفتید و برنگشتید و ما ترسیدیم که شاید شما از ما جدا شده اید، کجا رفته اید؟ اول من نگران شدم و نزدیک باغ آمدم و مانند روباه خودم را جمع کردم و وارد شدم و مردمانی دنبال من هستند. ایشان فرمودن ابو هریره، من را کفش خودشان را دادند و فرمودند که جفت کفش ببرید و هر کسی که طرف دیگر باغ با شما ملاقات کرد و شهادت این امر داد که هیچ کس از اوار پرستش جز خداوند نیست و با دل بر ایمان داشته باشد، او را بشارت به بهش بدهید. گفت من بیرون رفتم و نخست با حضرت عمر دیدار کردم. او پرسید که ای ابو هریره، این کفش مال کیست؟ گفتم این مال رسول الله صلی الله علیه و سلم است و ایشان برای مدرک من را دادند و برای مدرک من را دادند و با جفت این فرستادند که با هر کس دیدار کنم و اگر او شهادت و وحدانیت خداوند داد و بر دل بر این باور داشته باشد و او را بشارت بهش بدهم. آن موقع حضرت ابو هریره میگویند که حضرت عمر با فشار و عصبانیت روی سینم دست زد و من به پشت افتادم. ایشان فرمودن که ای ابو هریره برگرد. او میگوید که من پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برگشتم و گریه کردم و همان لحظه حضرت عمر هم دنبالم رسید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ای ابو هریره چه شده است؟ گفتم با عمر دیدار کردم و چیزی که شما بیان کرده بودید آن را بیان کردم و عمر با فشار به سینم دست زد و من پشت خودم افتادم. گفت که برگرد. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودم که ای عمر، چرا این کار را کردید؟ حضرت عمر گفت که یا رسول الله، پدرم و مادرم بر شما قربان شوند، شما ابو هریره را
همراه کفش فرستاده بودید و این که هر کس او را دیدار کرد و شهادت این امر را داد که جز خداوند هیچ کس سزاوار پرستش نیست و بدل بر ایمان داشته باشد او را بشارت بهشت بدهد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند بله. آن موقع حضرت عمر فرمود که این چنین کار نکنید، این چنین عمل نکنید، چون مردم به این تکیه میکنند و برای شما بهتر است که آنان را بگذارید که آنها عمل بکنند و طبق دستورات نیکی عمل انجام بدهند تا مؤمن واقعی شوند، وگرنه بشارت بهشت برای آنان تنها به ایمان یعنی لا اله الا الله می شود. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند درست است و این چنین انجام بدهیم. حضرت عمر سرشت محتاط داشتند. شیطان هم از ترس حضرت عمر فرار می کرد و در مورد این و روایت برخی روایات هم داریم، روایت صحیح بخاری است، حضرت سعد بن وقاص روایت می کنند که حضرت عمر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجازه ورود خواست و آن زمان زنان قریش پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند و با ایشان حرف می زدند و هزینه اضافی طلب می کردند. صدای آنان از ایشان بلند بود. وقتی حضرت عمر اجازه ورود خواست و آنان بلند شدند و پشت پرده رفتند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر اجازه دادند و حضرت عمر وارد شدند و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتند لبخند می زدند. حضرت عمر گفت که خداوند شما را همیشه خوشحال کند، همیشه شاد و خندان باشید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که به سبب زنان تعجب میکنم که پیش من بودند، وقتی صدای شما شنیدید به زودی پشت پرده خودشون را پنهان کردند. حضرت عمر گفت اما شما بیشتر سزاوار هستید که از شما بدرسند. سپس حضرت عمر گفت که ای دشمنان جان خودتان، با صدای بلند با زنان مخاطب شد، آیا از من می ترسید و از رسول الله صلی الله علیه و آله نمی ترسید؟ آنان گفتند که بله شما سخت گیر هستید. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این چنین نیستند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که ای پسر قطاب گوش کنید، قسم به همان ذاتی که در دست جان من است، هرگاه شیطان در راهی با شما مواجه شد و راه خود را عوض کرده است. حضرت عایشه بیان میکند که باری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تشریف داشتن، ما سر و صدای بچگان شنیدیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند شدن و همانجا زنی از حبشه بود که داشت رقص میکرد و بچگان دورش جمع شده بودند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که بیایید عایشه و نگاه کنید، من اومدم و ذقن خودم چانه خودم را روی شانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گذاشتم، من تماشا کردم چانه من در میان شانه و سر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود و ایشان فرمودند که سیر نشدید؟ گفتم که نه خیر، و این که چقدر من برای شما مهم هستم. وقتی حضرت عمر آمد و مردم از گرد زن فرار کردند، حضرت عایشه میگویند که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که حس میکنم که شیطان جن و انس هم از عمر فرار میکنند. حضرت عایشه میگویند که سپس من از آنجا برگشتم. حضرت بریده بیان میکنند که رسول الله صلی الله علیه و آله برای غزوه خارج شدند و وقتی برگشتن یک کنیز که پوستش مشکی بود، رنگ مشکی داشت، عرض نمود که ای رسول خداوند متعال، خود ای رسول خداوند صلی الله علیه و آله، من قصد کرده بودم که اگر شما سالم برگشتید، صحیح سالم برگشتید، در اون صورت جلوی شما دف بزنم و آهنگ میخوانم. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که اگر قصد کرده بودید، تعهد کرده بودید، نیت کرده بودید، در اون صورت خوب است، وگرنه نه خیر. بنابراین او دف زد و حضرت ابوبکر اومد و او متوقف نشد. سپس حضرت علی اومد، او متوقف نکرد. سپس حضرت عثمان آمدن و او کارش را ادامه داد. وقتی حضرت عمر تشریف آوردن، او دف خودش را پایین گذاشت و رویش نشست. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند ای عمر، شیطان هم از شما میترسد. من نشسته بودم، او داشت دست میزد. سپس ابو بکر اومد، او توقف نکرد. سپس حضرت علی اومد و ادامه داشت. سپس علی اومد، بازم او توقف نکرد. ای عمر، وقتی شما آمدید، او دف خودش را گذاشته است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت عمر گفته بودند که اگر شیطان شما را در راهی در بیابد، به یقین راه خود را عوض خواهد کرد، از شما می ترسد، به خدا شما می ترسد،
خواهد ترسید و با مدرک هم اثبات میرسد که شیطان از حضرت عمر مانند مرد ذلیل فرار میکنند. باری پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در مورد حق حضرت عمر بر زبان و دل لو سکینت فرمودند که از حضرت عبدالله بن عمر روایتی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که خداوند حق را به زبان و دل عمر جاری کرده است. حضرت ابن عباس از برادر فضل روایت میکنند که من رسول الله صلی الله علیه وسلم را فرموده شنیدم که عمر بن خطاب همراه من هست جایی که من دوست دارم، هر جا که من دوست دارم و هر کجا که او بخواهد با او هستم، و پس از من عمر بن خطاب هر جا که باشند حق با او خواهد شد. حضرت علی نقل میکنند که با هم صحبت میکردیم که آرامش بر زبان و قلب حضرت عمر جاری است. حضرت مسلم عاد رضی الله عنه بیان میکنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از یکی از همسرانش خواستند تا توشه ایشان برای سفر آماده کنند. او شروع به تهیه توشه برای سفر کرد و به حضرت عایشه گفتند با دفت دادن دانه و غیره برای من آماده کنند. این نوع غذا در اون زمان هم وجود داشت. بنابراین شروع به برشته کردن غلات در خاک کرد. حضرت ابوبکر نزد دخترش در خانه آمد و چون این آمادگی را دید پرسید عایشه چه خبر است؟ آیا رسول خدا برای سفر آماده می شوند؟ گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای آمادگی سفر دستور دادند. گفت آیا قصد جنگ است؟ گفت نمی دانم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند توشه مرا برای سفر آماده کن و ما نیز همین کار را می کنیم. و دو سه روز بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابو بکر و عمر را احضار کرد و فرمود ببینید، می دانید که مردان خدا این گونه آمدند؟ و بعد فرمودند که این ماجرا این رخداد دواق افتاد و خداوند قبل از وقوع این ماجرا به من خبر داده بود که خیانت کرده اند، یعنی اهل مکه خیانت کرده اند، ما با آن عهد بسته ایم، حال برخلاف ایمان است که باید بدستیم و شجاعت و صلابت اهل مکه را ببینیم و آماده روی روی به آنها باشیم، پس باید به آنجا برمیم و نظر شما چیست؟ حضرت ابو بکر گفت یا رسول الله، شما به آنها ایمان باستید و آنها قوم شماستند. منظور این بود که آیا قصد کشتن مردم خودت را داشتید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ما قوم خودم را نمی کشیم، پیمان شکنان را می کشیم. سپس حضرت عمر پرسید و او فرمود خوشا به حال ما، من هر روز دعا می کردم که این روز مبارک می آید، ما برای حفظ امان رسول خدا با کوفه بجنگیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ابو بکر طبع حلیمی دارد، اما کلمه صادق بیشتر از زبان عمر جاری می شود. سپس فرمودند آماده شوید و به قبایل اطراف پیامبر فرستادن که هر کس به خدا و رسولش ایمان دارد و در اوایل ماه مبارک رمضان در مدینه جمع شود. پس لشکرها شروع به جمع شدن کردند و لشکری هر چند هزار نفری اومده شد و ایشان به جنگ رفتند. در فضیلت حضرت ابو بکر و عمر روایتی وجود دارد از ابو سعید خدری روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر یکی از اهل الیین به اهل بهشت بنگرد و به درخشندگی چهره او بهشت می درخشد، گویا ستاره درخشان است، و حضرت ابو بکر و عمر یکی از آنها است و هر دو بسیار خوبند. از ابو عثمان روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عمر بن العاص را به عنوان افسر در لشکر ذات الثلاثه فرستادن. این یک سفر یک روز از مدینه است بر اساس روش سفر در آن ایام و فراتر از دره القرا نام چاهی در منطقه قبیله جزام است. حضرت عمر میگوید چون وقتی برگشتم از ایشان پرسیدم کدام یکی از مردم نزد شما عزیزتر است؟ فرمودن عایشه. گفتم کدام یکی از مردها عزیزتر است؟ گفتن پدر عایشه. گفتم پس کی؟ گفتند پاسخ دادن عمر، و آنگاه نام مردان زیادی را بردند. از انس روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مهاجران و انصار نزد صحابه خود می آمدند و وقتی که آنها نشسته بودند ابو بکر و عمر نیز در میان آنان بودند، پس هیچ یک از آنان جز ابو بکر و عمر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه نکردند.
آنها هر دو به ایشان نگاه می کردن و لبخند می زدن و ایشان به آنها نگاه می کردن و لبخند می زدن. از ابن عمر نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روزی وارد مسجد شدن و ابو بکر و عمر وارد همراه ایشان بودن، هر دو با همراه ایشان بودن، یکی از آنها در سمت راست و دیگری سمت چپشان بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دست آنها را گرفتن، رسول اکرم صلی الله علیه و آله در روز قیامت نیز به همین ترتیب زنده می شویم. از عبدالله بن حنتب روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابو بکر و عمر را دیدن و فرمودند این هم گوش هستند و هم چشم. از حضرت جابر بن عبدالله روایت شده است که حضرت عمر به حضرت ابو بکر گفت ای بهترین مرد. پس از رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو بکر گفت گوش کن، اگر چنین میگویی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمودند خورشید بر هیچ مردی بهتر از عمر طلوع نکرده. از ابن عمر روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بودند من اولین کسی هستم که قبرش باز می شود، سپس ابو بکر، سپس عمر، سپس نیست مردم از بقی خواهم آمد، سپس با من بر انگیخته خوان شد، سپس در انتظار اهل مکه خواهم ماند تا در میان حرمین شریفین بر انگیخته می شوند. از حضرت عبدالله بن مسعود روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مردی از اهل بهشت نزد شما می آید، سپس حضرت عمر آمد و سپس فرمودند که حضرت عمر مردی از اهل بهشت نزد شما می آید، سپس حضرت عمر آمد. از انس روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره ابو بکر و عمر فرمودند این دو جز انبیا و رسولان پیشوای همه بزرگان اول و آخر بهشت هستند. از حضرت حذیفه روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند پس از من به ابو بکر و عمر اطاعت کنید. حضرت ابو سعید خدری روایت میکنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر پیامبری دو وزیر از آسمان و دو وزیر از زمین دارد، در میان آسمان ها دو وزیر جبرائیل و میکائیل و در میان زمین دو وزیر ابو بکر و عمر دارد. از حضرت حذیفه نقل شده است که روایت شده است که نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم و فرمودند نمی دانم تا کی در میان شما خواهم بود، پس اسمن به آن دو که بعد اسمن خلیفه بعد اسمن خواهند آمد پیروی کنید. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ابو بکر و عمر اشاره کردند. از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت ابوبکر و عمر اشاره نبودند. از حضرت ابوبکر مروی است که روزی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند آیا از میانتان کسی خوابی دیده است؟ شخصی عرض کرد من دیدم که گویی ترازویی است که از آسمان نازل شده است و با آن شما و حضرت ابوبکر را وزن کردند و شما از او سنگین تر بوده اید و بعد از آن حضرت ابوبکر و عمر را وزن کردند، از میانشان از ابوبکر وزن بیشتر وزن داشتند، آنگاه حضرت عمر و حضرت عثمان را وزن کردند، از میانشان حضرت عمر سنگین تر بودند، سپس آن ترازو را برداشتند. راوی میگوید که ما روی صورت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علائم ناخوشایندی را مشاهده کردیم. در روایت دیگر نقل شده است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آشنیدن خواب فرمودند این خلافت بعد از نبوت است و پس از آن خداوند متعال به هر که بخواهد پادشاهی عطا میکند. عبد خیر تعریف میکند که حضرت علی روی منبر بلند شد فرمودند ای مردم، آیا به شما درباره بهترین انسان در این امت بعد از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر ندهم؟ مردم پاسخ دادن چرا که نه. حضرت علی فرمود ابو بکر است. آنگاه پس از اندی سکوت فرمودن ای مردم، آیا به شما درباره بهترین انسان این امت بعد از حضرت ابو بکر نگویم؟ آن عمر است. ابو جحیفه میگوید که حضرت علی شنیدم که در این امت پس از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهترین انسان ابو بکر و پس از عمر است. این ذکر غیر هنوز ادامه دارد، انشاءالله در آینده بیان میکنم و مدتی ادامه خواهد داشت. پس از نماز چند نماز میت نیز اقامه میکنم. اکنون ذکر خیر این مرحومین میکنم. اولین ذکر خیر آقای کامران احمد شهید پسر آقای نصیر احمد از پیشاور است که معاندان وی را در 9 نوامبر در دفترش با تیرباران کردن شهید کردن.
انا لله و انا الیه راجعون، شهید 44 ساله بود و در پیشاور در کارخانه آقای شفیق الرحمن که احمدی است به عنوان حسابدار خدمت میکرد. فردی مسلح در دفترش آمد و شروع به تیراندازی کرد. 4 گلوله به او ثابت کرد و در دم به شهادت رسید. انا لله و انا الیه راجعون. قاتل پس از تیراندازی فرار کرد. احمدیه در خاندان شهید مرحوم توسط پدر بزرگ مادری پدرش حضرت نبی بخش پسر فتح دین از بینی بانگر نزدیک قادیان معرفی شد و او در سال 1902 بر دست مبارک حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام بیعت کرده و به احمدیه ملحق شده بود. شهید مرحومی اند پیش مقاضی اجاره کرد و به همراه برادرش آنجا را دفتر خود ساخت. صاحب مغازه وقتی متوجه شد که شهید مرحوم احمدی است به او 1 روز مهلت داد تا مغازه را تخلیه کند و پس از آن وی نام آن تقاطع را تقاطع ختم نبوت گذاشت. وقتی آقای شهید در ندیکی آنجا دوباره مغازه اجاره کرد، معاندان تجمع کردند و آن مغازه را نیز از او گرفتند و در ماه اکتبر ندیک منزل آقای شهید اجتماع بزرگی برگزار کردند و در آن علیه جماعت احمدی سخنرانی های آتشین و شورانگیز ایراد کردند. وی میگوید که اجماع این بزرگی را پیش از این در منطقه خود نادیده بودن. پس فضای نفرت شدیدی در منطقه ما ایجاد شده بود. آقای شهید مرحومین از چند دین سال امور مالی اداره غیر دولتی را مدیریت میکرد. سپس به دلیل فضای عناد و دشمنی حاکم در منطقه از ادامه کار در اونجا استعفا کرد، ولی مردم به گفتند کردار و دوستکاریتان به حدی است که نمیتوانیم شما را بگذاریم بروید، حتی برای چند دقیقه بیایید. وقتی به این افراد خبر شهادت رسید بسیار ناراحت شدند. شهید مرحوم صاحب خوبی های فراوانی بود. پدرش میگوید که شبی به سبب دیر آمدن به خانه از او پرسیدم که چرا این که دیر اومده اید. گفت فلانی که معاند جماعت احمدی است در فامیل او خانمی نیاز به خون داشت، پس از اعدای خون به او اومده ام و این کار را به دین علت کردم که آنها از لحاظ مالی ضعیف و ناچارند. پس کردارشان با آنهاست و کردار ما با ماست. همواره در خدمت به دیگران سبقت می جوست. همینطور برای خدمت در نظام جماعت و برای نگهبانی دادن در اوقات نماز نیز اول از همه حاضر می شد و همواره در پوست خطرناک خودش نگهبانی می داد. سپس وقتی به مشوره داده شد که از اینجا مهاجرت کند، می گفت چنانچه ما برویم در اون صورت بر مشکلات احمدی های فقیر اینجا افسوده می شود. در پرداخت اعانه ها بسیار ممتاز بود و همواره اعانه ها را در اولین وقت می پرداخت. در سن 12-13 سالگی به سبب تقصیر بروشور شعر مبهله پلیس وی را دستگیر کرده و به بند انداخته بود و روز بعد آزادش کردند. میگویند که 2 روز قبل از شهادت وی در خواب دیده بود که یک خانم پیر در حال نظافت در خانه شست. آن خانم به او میگوید خلیفه چهارم تشریف می آورند و اندی بعد حضرت خلیفه چهارم رحمه الله تشریف می آورند و دست شهید مرحوم را در دست خود می گیرند و بسیار با شفقت و مهربانی می فرمایند ما در کنار هم زندگی خواهیم کرد و تو در کنارم می مانی. به لطف و فضل خدا شهید عضو نظام وصیت بود و بسیار انسان مهربان و شفیقی بود و در منطقه همه او را دوست داشتند. آدم شریف و نجیب و دلسوز و فقیران و بی نهایت عاشق خلافت بود. او بازماندگان او پدر آقای نصیر احمد و مادرش همسرش و 3 فرزند 13 ساله و 11 ساله و 8 ساله هستند. خداوند متعال حافظ ناصر این فرزندانش باد و به همه بازماندگان صبر و شکیبایی عطا بکند و با او نیز به رحمت و مغفرت برخورد نماید و درجاتش را بلند کند. مادرش هم بیمار است و سرطان دارد. برایش هم دعا بکنید که خداوند متعال او را مورد فضل و لطف خود قرار بدهد. ذکر خیر دوم متعلق به دکتر میرزا نبی رحمت و همسرش عایشه انبر است که در یک تصادف در میلواکی آمریکا درگذشتند. دکتر میرزا نبی احمد 35 ساله بود. انا لله و انا الیه راجعون. پدر بزرگ آقای دکتر حضرت دیپتی میا محمد شریف بود.
که صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام بود، مادر بزرگ خدا بیامرز دکتر استاد عبدالرحمن رضی الله عنه بود، همچنین پدر بزرگ مادریش نیز صحابی بود، خاندانش صحابه روانی دارد. در سال 2012 به آمریکا مهاجرت کرد، در سن 17 سالگی توفیق یافت عضو نظام وصیت گردد. در هنگام وفات به عنوان قائد مجلس قدام الاحمدی خدمت می کرد. می گویند و یکی از آن افرادی بود که برای خریدن ساختمان جدید جهت مسجد میلو واکی بیش از همه اعانه داده بودند. از بازماندگانش پدرش میرزا نصیر احمد که الان سکرتری امور عامه جماعت اسلام آباد است و مادر که صدر مجلس لجنه احمدی اسلام آباد و خواهر نادی و برادر هستند، همسرش عایشه انبر که به همراهش بود در گذشته است، دختر سید شجاعت شاه از ژاپن بود و خواهر مربی جماعت ما در ژاپن آقای سید ابراهیم بود. در خاندانش احمدیه توسط جناب سید عبدالرحیم شاه از پگله معرفی شد. او در سال 1930 به دست حضرت مسلم عود رضی الله عنه بیعت کرده بود. چنان که گفتم خانم عایشه نیز به همراه همسرش در اثر تصادف پس از 2 روز درگذشت. خدا بیامرز عضو فعال MTA انترنشنل بود و خطبه هایم را زنده به زبان ژاپنی ترجمه می کرد و زیرنویس خطبه ها را نیز آماده می نمود. از بازماندگان او پدرش آقای سید سجاد و مادرش سیده در سمین سید و یک خواهر سه برادرن. برادرش آقای ابراهیم که در ژاپن مربی جماعت است تعریف میکند که در بسیاری از کارهای جماعت به من کمک میکرد. در ترجمه کتاب خطاب لاهور و خدای ما به زبان ژاپنی به من کمک میکرده است و اونچنان خوب ترجمه میکرد که همیشه متعجب میشدم که با وجود خواندن داروسازی چطور میتواند به این خوبی ترجمه بکند. خواهر بزرگترش فاطمه میگوید که یک دفتر یادداشت از روی اتفاق به دستم رسید، روی هر برگست 2 عنوان ثبت بود، یکی این بود که حالت دنیاویم و دیگری بود حیات روحانیم. عنوان حیات دنیاویم به کارهای روزمره و اهداف دنیاویش اختصاص داشت و زیر عنوان حیات روحانیم اهداف معنوی و یادداشت جماعت و علوم دینوی را می نوشت. روی هر برگه بسیار بازی بایو و با دقت و تعامل فراوان مطالب را می نوشت. به دقت گوش دادن به هر کلمه خلیفه وقت و عمل نمودن به آن و به خواهر برادر خود تذکر دادن روش خاص او بود. دوستان ژاپنی خود را نیز از تعلیم پر از حکمت اسلام آگاه می کرد. خداوند متعال به هر 2 مرحوم به رحمت و مغفرت فرخود نماید و درجاتشان را بلند کند. ذکر بعدی متعلق به چودری نصیر احمد است که در جماعت کلیفتن کراچی سیکرتری مال بود و ای پسر جناب چودری نصیر احمد ربه است. آقای نصیر در سن 69 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. در هنگام وفات وی بر همسر و برادر زن نماز جماعت فجر اقامه میکرد و در رکعت دوم در حال سجده به دلیل ایست قلبی در بارگاه الهی حاضر شد و ای به فصل خدا عضو نظام وصیت بود. حضرت مسیح موعود علیه السلام مرگ در حال نماز را بسیار مرگی در خور غیبته قرار دادند. پدرش چودری نظیر احمد هم توفیق یافت که پس از باز نشست شدن 25 سال به جماعت خدمت کرد. او نائب ناظر زراعت و وکیل زراعت بوده است. برادر کوچک چودری نعیم احمد افسر خزانه صدر انجمن احمدی است. از بازماندگان او همسرش نصرت نصیر است و هیچ اولادی نداشت. در سال 1972 به کراچی نقل مکان کرد و
هم اونجا تجارت میکرد و در اونجا روی سمت های مختلف توفیق خدمت به جماعت ریات و بسیار زیاد توفیق پیدا کرد که خدمت کند خداوند متعال و او به رحمت و مغفرت برکنه ما. ذکر خیر بعدی متعلق به خانم سرداران بی بی است که همسر جناب چودری نبی بخش از دارو رحمت غربی ربی است که در روزهای گذشته در گذشت انا لله و انا الیه راجعون و یس پتانکوت بخش گرداسپور بود و سپس هجرت نموده و به پاکستان آمده، اول به سیالکوت رفت و سپس به سند. تمام خان دانش شیعه بود و در سال 1949 وقتی به همراه همسرش به احمدیه گروید، والدینش به او گفتند که همسرت کافر شده است، پس تو به خانه باز کرده و ای به خانواده و افراد خاندان خود گفت الان من مسلمان واقعی هم، وقتی پیش شما می بودم وی به خانواده افراد خود گفت الان من مسلمان واقعی شده هم. وقتی پیش شما می بودم فقط نماز فجر می خواندم، الان نه تنها نماز پنجگانه می خوانم بلکه نماز تهجد هم به طور مرتب می خوانم، پس نیستتان باز نمی کردم. پس وی بعد از 14 سال به دیدن والدین خود رفت، ولی آن زمان هم آنان بسیار به سردی با او ملاقات کردند و دل هایشان نسبت به او به هیچ وقت نرم نشد و آنان هیچ گاه به دیدنش نیامدن. وی جماعت را صادقانه دوست داشت و خلافت رابطه فداکارانه داشت، بسیار خانم فکر نواز نیکوکار و مخلص بود، مرحوم عضو نظام مسیحیت بود، از بازماندگان 3 پسر و 4 دختران. پسر بزرگش دکتر عبدالرحیم تخت دفتر نوسه جان توفیقی خدمت یاد 5 سال چه علیم خدمت کرد. پسر کوچک زاغی عبدالخالق نیز مربی جماعت است و امروز در کامرون توفیقی خدمت می‌یابد. در آنجا سر دایی امیر است و وی دلیل مشغول بودن. پسر بزرگش دکتر عبدالرحیم تحت دفتر نوسه جان توفیق یافت 5 سال در سنالیون خدمت کند. پسر کوچکش آقای عبدالخالق نیز مربی جماعت است و امروز در کامرون توفیق خدمت می‌یابد. در آنجا سر دایی و امیر است و وی به دلیل مشغول بودن در میدان عمل نتوانست در میت در نماز میت مادر خود شرکت بکند. خداوند متعال به همه مازمندگانش صبر و شکیبایی عطا بکند و درجات خدا بیامرز را بلند بکند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر